به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. به نقل از افق، پوشش زنده مذاکرات قطر، سخنرانی ها، تصمیم ها، حاشیه ها، ملا برادر، افغانستان باید یک نظام اسلامی داشته باشد. پس از پایان سخنرانی عبدالله عبدالله، سخنرانی ملا برادر در مراسم آغاز مذاکرات بین الافغانی شد. ملا برادر، افغانستان باید یک نظام اسلامی داشته باشد که تمامی شهروندان خودشان را در آن ببینند. ما می خواهیم که افغانستان مستقل پیشرفته و دارای یک نظام اسلامی باشد که تمام شهروندان افغانستان در آن خود را ببینند و به صورت برادرانه زندگی کنند. اول، نشست افتتاحیه با سخنرانی عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی آغاز شد. عبدالله می گوید ما به نیت پایان جنگ به اینجا آمده ایم و مردم ما یک نظام بر بنیاد قانون اساسی را می خواهند. جنگ افغانستان برنده و بازنده ندارد و مشکلات باید از راه مذاکره حل شود. عبدالله می افزاید باور داریم که مثل دو برادر مشکل ما را از راه مذاکره حل خواهیم کرد و دست به دست هم بدهیم تا افغانستان را از مشکلات نجات دهیم. رئیس شورای عالی مصالحه، ما موظف به حفظ ارزش‌های دموکراتیک و حفظ زیرساخت‌هایی هستیم که در چند سال گذشته به دست آمده است. محال است افغانستان به گذشته برگردد. مردم افغانستان نمی‌خواهد به گذشته برگردد. عبدالله گفت که صلح زمینه برگشت میلیون‌ها مهاجر افغان را به کشور مهیا می‌کند که یکی از چالش‌های بزرگ برای مردم افغانستان است. در این نشست حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه و هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان شرکت کردند. به نقل از بی بی سی، لحظه به لحظه با نخستین نشست مذاکرات صلح دولت افغانستان و طالبان. نخستین نشست مذاکرات صلح افغانستان با حضور هیئت از اقشار مختلف از جمله مقامهای دولتی افغانستان و هیئت گروه شورشی طالبان در قطر برگزار می شود. این نشست به دلایل چند بار به تأخیر افتاد. شرط این دور مذاکرات که سرنوشت جنگ و صلح در افغانستان را تعیین خواهد کرد، آزادی 5000 زندانی طالبان از بند دولت بود که اخیراً تکمیل شد. این دور از مذاکرات سرنوشت آینده سیاسی افغانستان را رقم خواهد زد. انتظار می رود دو طرف روی آتش بس و توافق نامه سیاسی بحث کنند. کارمندان دولت افغانستان باید مطمئن شوند که طالبان اعمال گذشته را تکرار نمی کنند. زهرا جویا، یک تن از کارمندان دولت افغانستان می گوید بیش از 40 سال درگیری جنگ و منازعه است. خشونت ناشی از جنگ قربانی های بیشمار را از مردم گرفته و زنان به عنوان قشر آسیب پذیر جامعه از پیامدهای آن در ابعاد مختلف زندگی متاثر شدند. گسترش جنگ و ادامه ایدئولوژی طالبان در افغانستان همواره به تقویت سنت ها و باورهای زن ستیزانه و تحکیم فرهنگ مردم سالاری در این کشور کمک کرده است. او افزود او کنون که زمینه گفتگو برای حل منازعه 4 دهه افغانستان فراهم شده، از هیئت گفتگو کننده دولت که در میز مذاکره رو در رو با نمایندگان گروه طالبان حرف میزنند تقاضا دارم که باید در نخست مطمئن شوند که طالبان و حامیانشان از انجام اعمالی که در گذشته داشته خودداری کرده و دیگر تکرار نمی کنند. بعد از یک ضمانت اجرایی محکم روی موضوعاتی که منجر به حفظ دستاوردهای 20 سال اخیر و آزادی بیان و حقوق مساوی زن و مرد در کشور شود توافق کنند. نماینده حزب اسلامی حکمتیار با هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان به دوحه نرفت. یکی از اعضای حزب اسلامی حکمتیار به بی بی سی گفته همان طور که گلبودین حکمتیار رهبر این حزب حضورش در شورای عالی مصالحه را رد کرده، غیرت بهیر هم نمیخواهد شامل هیئت مذاکره کننده دولت باشد. او دلیل این اختلاف ها را به توجهی دولت به خواست های این حزب گفته که در دوران بحران نتیجه انتخابات از رئیس جمهوری خواسته بود هیئت رهبری از چهره های مختلف سیاسی تشکیل دهد که صلاحیت تصمیم گیری در امور صلح را داشته باشند.
منبعی از میان حزب اسلامی تایید کرده که آنها در پی تشکیل تیم اپوزیسیون در مذاکرات صلح با طالبان هستند. به گفته این منبع، به زودی نمایندگان آنها در دوحه قطر خارج از تشکیل هیئت دولتی و به عنوان مخالفین حضور خواهند داشت. نشست صلح در روزهای کرونا، تقریبا همه شرکت کنندگان این نشست ماسک بر چهره دارند. تا حال بار بار با بلندگو از مهمانها خواسته شده است تا ماسک بپوشند. هیئت‌های طالبان و دولت افغانستان در افتتاحیه رو در روی هم می‌نشینند. چرا قطر میزبان مذاکرات صلح افغانستان شد؟ قطر در خودبندی بین‌المللی جایگاه میانه خود را حفظ کرده است. این کشور در عین حال دارای روابط استراتژیک و گرم با ایالات متحده ای آمریکا است. با ترکیه، ایران، پاکستان و روسیه نیز روابط خوبی دارد. در حالی که در قبال برخ از دیگر کشورهای آماده میانجیگری حساسیت یکی از طرفهای داخلی و یا قطبهای بین‌المللی حساسیت دارند. مذاکرات آمریکا و طالبان با میزبانی قطر به نتیجه رسید. بنابراین یک تجربه و ظرفیت در این کشور برای میزبانی خلق شده و جوانب افغان و بین‌المللی نیز در توانایی این کشور برای میزبانی باور دارند. قطر نسبت به کشورهای اروپایی و یا شرقی مثل اندونزی و ژاپن به لحاظ جغرافیایی در دسترس است، زیرا از یک طرف در منطقه واقع شده و افغانستان و پاکستان، ایران و ترکیه و دیگر دولت‌های عربی به آن دسترسی دارند و جانب دیگر دفتر نمایندگی طالبان در آن قرار دارد. مراکز مطالعاتی قطر نیز ضمن مطالعات نسبتاً خوب در حوزه جنگ صلح افغانستان روابط گسترده با اقشار مختلف از جمله نخبگان افغانستان برقرار کرده است. هیئت‌ها وارد سالن برگزاری نشست افتتاحیه شدند. تا دقایق دیگر در این سالن در هتل شیراتون دوحه قطر افتتاحیه مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و طالبان با حضور شمار از مقام‌های دولت افغانستان و مقام‌های دولت قطر و وزیر خارجه آمریکا برگزار می‌شود. ملا برادر به نمایندگی از طالبان در افتتاحیه امروز سخنرانی می‌کند. محمد نعیم سخنگوی جدید طالبان در دوحه قطر در تویت نوشته که در جلسه افتتاحیه امروز از طرف طالبان ملا برادر معاون سیاسی و رئیس دفتر سیاسی طالبان سخنرانی خواهد نمود. همچنان وزیر خارجه آمریکا ساعت پیش وارد قطر شد. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا به منظور شرکت در مذاکرات صلح افغانستان وارد شهر دوحه پایتخت قطر شده است. او در تویتر خود مذاکرات صلح افغانستان را مهم خوانده و افزوده که مردم افغانستان سزاوار کشور بدون جنگ هستند و آمریکا اینجا است تا آنها را در ساختن نقش راهی برای آینده صلح‌آمیز حمایت کند. هیئت‌های افغانستان و طالبان و مهمانان آماده ورود به نشست هستند. قرار است مذاکرات صلح افغانستان امروز شنبه 22 استانبول آغاز شود و نمایندگان دولت و طالبان اولین نشست رو در رو را آغاز کنند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نیز برای شرکت در مراسم افتتاحیه مذاکرات صلح افغانستان به قطر سفر کرده است. و همچنان به نقل از اشت صبح، چشم گوش میلیون ها نفر به سوی دوحه، مذاکرات برای برچیدن بساط جنگ امروز کلید می‌خورد. پس از سالها نبرد خونین، هیئت مذاکره کننده دولت و طالبان امروز فصل تازه‌ای را می‌گشایند تا موضوعاتی که در میدان جنگ حل نشد را در میز مذاکره حل کنند. این فصل در دوحه کلید می‌خورد و سرنوشت بیش از 30 میلیون شهروند به آن مرتبط خواهند بود. برنامه گشایش مذاکرات بین الافغانی امروز در هتل شیراتون دوحه آغاز می شود. قرار است عبدالله عبدالله عالی مصالحه ملی ملا عبدالغنی برادر، معاون گروه طالبان مایک پومپیو،